Powerful people come from powerful places. Join ECDI, Expert Cyber Defense Intelligence. بانو و یاد خدایوند دانا او حکیم، دوستو عزيز، علاقه مندانو ټکنالوژي، همتون خوشامدیت میګم با سلسله دروسه، کمپني کمټيوي پیپر نتور پلاس او egzam code 8008. د دې دوره قرار استه که ما پیپر را مورده بروسي قرار بدهیم که برامو نتور پلاس است، egzam code ش 8008 وي باشه. و مربوط به یک سازمان بسیار مشهور و محبوب است که زیاد از دوستا و کسایی که علاقه مند تکنولوژی هستند با نام از این کمپانی آشنا هستند که که بسیار یک سازمان بین المللی و معتبر است کسی که بخواد بخش آیتی را به شکل استاندارد بیاموزه و سرتیفیکیت بین المللی بگیره باز میتونه که از کمپانی کمتیایی را پیپرایش را تعقیب کنه ولی برنامه را که ما میخوانیم دوستا عزیز دهی دوره قرار است که کور کنیم البته وعده میکنم که تمام ویدیوش تا آخر یوتیوب قرار میتم که تمام عزیزان بتوانند از ویدیو از استفاده کنند یک برنامه ابتدایی است برای کسایی است که خلاصا میخوان تازه وارد دنیای تکنولوژی شوند یعنی علاقه مند هستند میخوان که مو سوچ استارت بزنن و داخل دنیای تکنولوژی شوند این برنامه در کل دیگه برنامه تی عزیزان میباشه و اگر کسایی دیگه هم که مثلا قبلا نتور پلاس خواندن اگزم کودای سابقه بودم میتونن که دوباره بیان یک ریویو کنن و در کل تغییراتی که میامده باشه و تاپیک های نمی که داخل ازی برنامه نتورک پلاس این ده اضافه می شده باشده که بار کنم خب دوستو عزیز میریم بالای سر اصل موضوع جلسه اول است ما باید یک انفارمیشن و معلومات کامل در باری همی برنامه کمتی هایی که برنامه نتورک پلاس می باشه بگیریم خب پس نیاز داریم که داخل بروزر خود شویم البته که ما در انترنت نیستم باید کنکت شویم خب بگیریم که کنک شدیم بله کنکت شدیم میریم داخل وبسایت رسمی کمپانی کمتی میشیم و معلومات انفارمیشن از داخل خود وبسایتش میگیریم کمتی سرچ میکنیم دوست عزیز بعدا وبسایت رسمی کمپانی کمتی باز میشه خب بخاطر معلومات و انفارمیشن گرفتن ما در قسمت سرتیفیکیشن نیاز داریم که کلیک کنیم فعلا نمیخوایم درباره تبای دیگه معلومات بتیم بالا سر سرتیفیکیشن کلیک میکنیم ولی همین یعنی وبسایت رسمی شاست واسه شما خود تانا میتونین بین یک ریویو کنین و بررسی کنین و اگر یگان زره معلومات انفورمیشن نیاز دارین میتونین بگیرین خب میام قسمت پایین موضوعی را اول باید شما متوجه شوین و باید بفهمین که کمپانی کمتی چگونه یک کمپانی است چرا بسیار یک موضوع مهم از بعضی کسا هستن که درسای کمپانی کمتی را میخوانن ولی نمیفهمن که کمپانی کمتی چه رقم یک سازمان است همی سروس و خدماتش چی است؟ کمپانی که یک کس انفارمیشن تکنولوژی کمپانی است انفارمیشن تکنولوژی چی معنی میته یعنی تکنولوژی معلومات بر ما میته و تاور مثال اگر ما بخوایم که داینده یک نتورک انجینیر شم نتورک انجینیر با کسایی گفته میشه اونا در یک نتورک وظیفهشون اینمی است که کم را منتننس کنن منتیننس یعنی نگهداری کنن مراقبت کنن کمپیوتر را اگر کدام وقت مشکل برش شجاعت میشه تو را بار شوتینگ کنن تو را بار شوتینگ ایبیو میگن کمپیوتر را بتونن که با همدیگر کنکت کنن بتونن که فایل ها را بینشان سند رسیف کنن یعنی شیرینگ انجام بدن و بسیار از موضوعات دیگر در کل اگر بخوایم این, این موضوعات را به شکل استاندارد و عملی یاد بگیریم و داینده یک سرتیفیکت معتبر داشته باشیم باز کمپانی کمپتیای ما را کمک میکنه کمپانی کمتی کدام دیوایس کدام اپلاینس هیچ چیز دمه سازه هیچ چیز تولید نمیکنه فقط کارش است کارش اینمی است که به این شکل آمده برنامه ها را ساخته اینا را ما میگیم پیپر داخل از پیپر ها که است کدام کمپوننت وجود داره انفارمیشن و معلومات است در باری برنامه یعنی وقت شما ایره میخوانین در این در کجا کار کرده میتونین در کل اگر بخوایم کمی موضوع را جمع کنیم دوست عزیز کمپانی کمتی هایی که است یک انفارمیشن تکنولوژی آیتی میسوزه خلاصه براتان بگویم کسی <تصحیح> که بخواد داینده در بخش انفورمیشن تکنولوژی کار کنه اینمی کمپانی کمتی است که او را کمک میکنه خب اینال کمپانی کمتی هایی که اصلا بسیار زیاد برنامه داره قسمه که در تصویر شما میبینه سکرین چقدر برنامه است برنامه را که ما قرار از دیده را بخوانیم کمتی های نتورک پلاس است اینی برنامه از دوست هایز است شاید دلتان بگرده که استادی آیتی فاندمنتال پلاس چی است است سیکیوریتی پلاس چی هست از اونا کوتا معلومات میتا سعی کنین دوستان عزیز دنیا تکنولوژی که هست خصوصا انفارمیشن تکنولوژی یک بحث کوچک یک دزگنیشن کوچک نیست اگر یک نفر میگه ما ایتی هستم باید شما پرسان کنین در کدام بخش در کدام دزگنیشن بازو میگه ولی من سیکیوریتی انجینیر هستم سیکیوریتی انجینیر یعنی کسی که آمده برنامه سیکیوریتی پلاس خونده و می شکل برنامه دیگه مثل سیسین پی سیکیوریتی برنامه مثل سی ایچ اینی برنامه ها کسا بر که است است که می در بخش امنیت یک شبکه کارکنن دوزای دیجیتالی که ها هستن حکرها به خاطر که یک نتورک از دست افراد اشخاص آن از دست نمی حکرا در امان باید اون نتورک سکیوریتی انجینیر وجود داشته باشه اینال کسی که میخواد بخش سکیوریتی کار باز اینی برنامه را می میکنه پس در کل خود سیکیوریتی انجینیر یک دزگنیشن از بخش های آیتی است و دگه مثلا بعض از کسا از اگر پرسان کنی مثلا تو در کمپیوتر نتورک وظیفه چی است من حیثی چی کار میکنی او میگه من نتورک انجینیر هستم نتورک انجینیر به این معنا که من نتورک بلد میتونم بکنم نتورک میتونم بسازم ارتباطات میتونم برقرار بسازم کنکتیویتی را میتونم برقرار بسازم میتونم که از یک نتورک مراقبت کنم منتننس کنم منجمنت کنم مثل که یک چوپان از رمه خود مراقبت میکنه مثلا وقتی که یک چوپان رمه را از داخل اونم تبله بیرون میکنه تا زمان که به مودستنیشن جایی که میخواه برسه باید چی کار کنه مراقبت کنه از این امی گوزپنده یا که در مسیر را شفتل و گندنه مردم نخورد زمین ها باید مراقبت کنه دیگه و به میشه که زمان که در مودشت بیابان رسید باید داک نقطه بشینه که تماما امور همه که از قبیل گسپند و بزگاو یام باشه بتونه درست ببینه یعنی داک نقطه بلند قرار بگیره که بتونه کلا اونمو امور گسپندای خودی خبر کنه ایتونه که یک سمت بگیره در یک قسمت قرار داشته باشه ازو طرف گورگاو بین گسپند شبره هیچ خبر نشه پس اینال امیر غم دوست عزیز کسی که نتورک انجینیر است باید از کارمندای خود از نتورک خود از تجهیزات شبکه که خود مراقبت کنه شاید بگن از کارمندا چطور مراقبت کنم کارمندا که هستن بسیارش ساده لوح می باشن وقتی یک لینک برشان روان میشه میگه ای ویزه کاناداست نمیفهمم چی و چنان است وقتی بالای سر از اون لینک کلیک میکنن مثلا نو خو کلش فیک از دیگه فعملات فشنگ از ما یکی از دزای دیجیتالی کنه ما بر برش روان کرده این کارمند اون بالای سر لینک کلیک میکنه از اشتقاضا میشه که باید جیمیل اول وارد کنی بعدا میتونی که ثبت نام ویزه کانادا را پیش ببری وقت کمی کار پس ایمیل شک شد جیمیل شک شد دومی شکل اگر یک کارمند برای یک مثلا یک برنامه یک اپلیکیشن از یک وبسایت ان از یک وبسایت قابل اعتماد نیست بره دانلود کنه و به داخل کمیتر خود نصب کنه امکان داره که در دا پشت سر اونمو برنامه یک بکدور باشه یک ویروس باشه و اونمو ویروس ارتباط برقرار کنه با دنیای بیرون به خود اکر و اکر داخل نتورک نفوذ کنه و کل شبکه کمیتری را حق کنه پس اینال ما من حیث یک نتورک انجینیر باید اینمی موضوعات برای کارمندای خود بفهمانیم اینی کارا کس مثلا انت یک مشکلات هم میتونه بار بیاره هم فکر از اونا باز کنیم و هم بتونیم که از نتورک خود خوب مراقبت کنیم یعنی آن تایم ما باید همیشه نتور خود را کنیم ببینیم که مشکلات وجود نداشته باشه ببینیم که کارمندای ما در چه حالت هستن کدام سرویس ها کدام خدمات استفاده میکنن ببینیم که آیا مورد تهاجم اکرا قرار داریم و یا هم خیر درست مثل موچوپانه که از رمه خود مواظبت میکد این امیر ما باید کارمندار متوجه باشیم دیگه مثلا موضوعات که مربوط یک نتورک انجینیر است تنظیمات و کانفیگریشن و شبکه کمپیوتری است و مراقبت کردن این خود این بخش نتورک هم یا هم همین نتورک انجینیر هم یکی از دزکنیشن های است که داخل آیتی وجود داره دیگه به میشکل بعد از انجینیر هاست وقت ما پرسان کنیم ازش مثلا تو داخل یک شبکه کمپیوتری کار چی است وظیفه چی است بازو برای چی میگه میگه من در بخش هاردویر کار میکنم باز میتونه که اینی برنامه رو بخوانم هاردویر چی؟ یعنی یک کامپیوتر داخل یک شبکه کمپیوتری مشکل پیدا میکنه. چطور مشکل شرفا بسازیم؟ یک کامپیوتر در قسمت سیستم سافت‌ور را مشکل پیدا میکنه. چطور ویندوز شما بتونیم که کنیم مشکلات چطور را برشید کنیم؟ یک کامپیوتر نیاز داره که ما داخلش رم بیشتر اضافه کنیم. یک کمپیوتر نیاز داره که ما گرافیک کارت نصب کنیم داخلش. یک کامپیوتر فنش خراب میشه. یک کمپیوتر مادربردش مشکل پیدا میکنه. اگر بخواید که این موضوعات کوبر کنین، باز اینی برنامه برای کسایی است که میخوان در آینده هاردویر انجینیر شوند پس شما فهمیدین که هاردویر انجینیر با نتورک انجینیر با سیکوریت انجینیر تفاوت داره، فرق داره. پس اینا فکر کنین سه بخش فقط ما برتون معلومات داده این سه بخش کلا داخل آی تی اس انفورمیشن تکنولوژی و یه میشه دا باشه یک نفر وقتی که میگه ما آی تی هستم به این معنی نیست که آی تی کار است شاید زیاد بخش ها را خوانده باشه بخش سکیوریتی خوانده باشه نتورک خوانده باشه او بسیار مشکل است که مثلا یک فرد پیدا شه بگه کلا هم بر انجینیر هستم هم نتورک انجینیر هستم هم سکیوریتی خوانده هم. هم سایبر سکیوریتی خوانده ام دیگه بسیار مشکل است که یک انجینیر شما پیدا کنین دیگه شما همیشه متوجه باشین دوست ها عزیز اگر میخواین که در یک جای واقعیت برسین ماشو خوب بگیرین یک دزگنیشن تعقیب کنین یک دزگنیشن به این معنی یک بخش پیش ببرین بسیاری کسا هستن یک بار فکر بود که در بخش سایبر سکیوریتی میرن یک بار میرن بخش مثلا هاردویر یک بار میرن در بخش کلوبوریشن یک بار میرن خلاصا در بخش نتورک از خود سلاته جور میکنن درست مثل همون شاگرد که یک ماده کلاب یوشو میره یک ماده کلاب بوکس میره یک مون پولونی از وی چیز جور نمیشه نه در مسابقه میتونه شروع کنه نه اگه اندام خوب جور کرده نه مدال میتونه بگیره ولی نال متوجه باشه اصلا بعضی کسا که بسیار عاقلانه رفتار میکنن میان مثلا رشته بوکس پیش میبرن رشته پولونی رو پیش میبرن رشته مثلا فوتبال پیش میبرن خلاصه هم یکی را پیش میبرن تا آخر اونا حتما در قلب موفقیت میرسن بخاطر خاطر از یک, یک بخش میگیرن دونم یک بخش خود پروفشنال میسازن نمیکنن که مثلا خود شوروایی بسازن یک ماده یک جای یک ماده دیگه جای شما مگر میفهمین یک جای برسین باید در قسمت دزگنیشن آی یا انتخاب کنین که سکیورتی انجینیر شون یا انتخاب کنین که نتورک انجینیر یا انتخاب کنین که بخش هاردویر انجینیر شوه یا انتخاب کنین که بخش کلوبریشن باشه به شکل بخش کلاود باشه بخش ورتولایزیشن باشه بسیار زیاد دزگنیشن ها وجود داره دوست عزیز تقریبا از دادان بیشتر است باز من در درس های انده از اینا معلومات میتم و هر چقدر که شما این امیر اقام برنامه نتورک پرس تقریب کنین نالجتان بالا رفته میره و بسیار از موضوعات کبر میگرین یاد میگیرین سعی که چقدر برنامه و پیپر داره هر برنامه زیر که شما میخوانین یک دزگنیشن خاص میباشه دوست عزیز مثلا بخش کلاود کسایی که میخوان خلاصه سرویس خدمات از AWS که مامازون میشه از مایکروسافت آژر از گوگل کلاود بگیرن این که چگونه این خدمات داخل یک نتورک گرفته میشه چطور به شکل ورچوال ما داخل سرورهای خود میشیم را کانفیگر میکنیم و که میتاره خود جوین میسازیم شکل آنلاین دیگه باز داخل این برنامه کور میشه و کسایی که میخوان کلاود انجینیر شون میتونن بخش کلاود رو بکنن دیگه مثلا بخش لینکس اسکی سیستم است کسایی که میخوان داخل آپورتنگ سیستم لینکس خلاصا نالش خدا بالا برن پروفشنال خدا بسازن دیگه بتانون بسار به شکل راحت از استفاده کنن و سبا روزا مثلا در سازمان های مثل شبکای مخابراتی مثلا بانکا و یا که در سرور هایشان سیستم لینکس نصب میباشه باشه که سرور بیس است میتونن باز در بخش بسار به شکل راحت وظیفه بگیرن و کار کنن و همچنان در بخش شکنگ لینکس به درد میخواد دوست عزیز همین رقم سرور پلاس یک برنامه دیگه است که بعد از ای پلاس میشه دیگه همین شکل کسایی که علاقه مند بخش سایبر سکیوریتی هستند که میخوان داینده یک سایبر سکیوریتی انجینیر باشن یعنی هدف می است کسایی که میخوان دیگه برنامه در دولت خود کار کنن یا یک بانک کار کنن یا شبکه های مخابراتی کار کنن در مقابل اکرام و نتورک خود پروتکت کنن میفهمین که دوستا فعلا دنیا جنگ از جنگ سایبری است میبینین که یک کشور بالای سر کشور عملیات انجام میتوه تلویزیون های میکنه و بانک های شک میکنه و بسیار گپ است اینا شما می اگر میخواین خواین نالش کلیر شود در باره موضوعات سایبر سکیوریتی باز می تانین که این فیلد انتخاب کدام از یک فیلد از دوست عزیز و سایبر سکیوریتی رو برتان بگویم یک بخش آه. بسیار زیاد آینده دارست و به برای دیگر دارم مثل سی ای اس پی پلاس است که بعد از برنامه سکیوریتی پلاس می را تعقیب تقیب کنین یا هم بخش نتور سیکیوریتی هست همچنان پنتست است که بعد از برنامه سایبر سیکیوریتی پلاس میتونیم شما پنتست بخوانیم پنتست هست که هست البته عدفش پنتریشن تستینگ است شما وقتی که برنامه را میخوانین اکر خلاصه پیت فکر کنین اکر ها اصلا نظر به کلاه هایشان که اصلا خلاصه مواصلتشان هویدا میشه اکر خلاصه پیت داریم اکر کلاسیا داریم اکر کلاه خاکستری داریم بدترین شکر کلاه خاکستری است چرا به دلیل از اینکه دو و دوریا می باشه در پیشوری تندیوال در پشتان قبر تکن نمیره می که کمتای میخوای کلوسا یا می خواهی یک کار دقیقه انجام بده اکر کلاسی ها کسته و اکرهای هستن معلوم است و از ما خود دشمن اعلان میکنن و کل کمپانی ها یا میگه هر جایی که فایده ما باشه خلاصه معاملات خود انجام میدیم در قصه کس هم نیستیم بازه کار کلا سفید که هست برای کسایی گفته میشه که اینا مکر هستن بخش دوزیر خواندن ولی درای در خوب استفاده میکنن مثلا میرن در یک بانک وظیفه میگیرند در یک شبکه مخابراتی در این جوها در سازمان ها در ارگان های دورتی کارشو خلاصا نتورک پروتکت میکنن سیکور میسازن امن میسازن و همیشه نتور خود تست میکنن و خطر از که مطمئن شوند که آیا نتور کما سیکور است پروتکت شده است یا یعنی نه دیگه هم از برنامه پن تست پلاس دیگه که بعد از سکیوریتی پلاس خوانده میشه برنامه دوم است اون کسایی که علاقه مندی داشت باز میدونه بعد از سکیوریتی پلاس ایده تعقیب کنه و کم تی دیتا پلاس که هستی در اصل دیتا منیجمنت و دیتا انالایز و چرا هم دیتا نگهداری میشه منیجمنت میشه به خاطر از اینکه دیتا ما های اویلیبل باشه چطور ما باید بکاپ کنیم و بسیار موضوعات دیتیلز دیگه هم داخل خود می داشته باشه که باز مربوط موضوع دیتا پلاس میشه اون کسایی که خلاصه کریر خود نالوج مهمه هنده بخش نگهداری دیتا مراقبت دیتا خلاصه امن ساختن دیتا با کپ دیتا آنالیز کردن دیتا ها میخوان که خلاصه بالا برن میتونن که دیتا پلاس یک برای بسیار بس خوب است ایره تعقیب کنن وقتی که برنامه را خوان میتونه به ادامهش برنامه دیگر را باید تعقیب کنم و ای البته در بخش سکیوریتی و مگان زره موضوعات و کمپوننت ها داشته باشه بر کسایی که فیل سکیوریتی هستن به اونام خوب هستن و دیگه پروژه پلاس هست کسایی که میخوان خلاصه پروژه بگیرن پروژه چی معنا میده دوستان مثلا اینکه یک انجینیر ساختمانی باخ وتر از یک ساختمان یک بیلڈنگ ایجاد شوه و جور شوه و کار شروع شوه باید یک نقشه وجود داشته باشه. اونم انجینر ساختمانی است که من یک نقشه را ارائه میکنم و بعدن اونم نقشه تدقیق میشم و باز کار بار و بار و اونم بلند منزل آپارتمان شروع میشه. دیگه اینا را ده بخش کامپیوتر نتورگام اگر ما خواسته باشیم که داینده یعنی وقتی یک کمپانی یک شرکت جور میشه برین پروژه شبگیریم سوچای شکانکت کنیم روتر شکانکت کنیم اینترنت ش مثلا برش وصل بسازیم که بهترایش شه کنک کنیم تا موضوعات که خلاصه یک شبکه که نیاز داره که دوال باید تنظیم شه و کانفیگر شود باز مربوط چی میشه مربوط به پروژه پلاس است کسایی که علاقه مندی زیاد دارن میتونن که بخشا مخانن به سرک بخشا اینا دارن البته پیش از این باید نتور پلاس هم نباشه تو نیست بود دایرکت به ایره بخونی و متوجه باشین دوست عزیز درز از یک فیلد است ولی بعضی فیلدا که هستا ریکوایرمنت دارن و برنامه دیگه که از دوست در این قسمت کمتی کلاود اسنشیال است کسایی که کلاود پلاس خوان باز میخواست ادامه بده دیگه میتونه وزیرش رو کنه یعنی کسایی که میخنده در بخش آمازون و گوگل کلاود و مایکروسافت اجاره نالشون بالا بره یکیش دو سرویس و خدماتش استفاده کردن داخل یک کامپیوتر نتور بود میتونه اینجا بخونه و در آخر یک برنامه وجود داره به نام سی تی تی کامپیوتر تکنولوژی ترنار. کسایی که میخوان که ترینر شون یعنی تدریس کنن مثل که ما تدریس میگن و شما مگه دا اینده میخوان که ترنار باشین و ترینر رسمی کمپانی کمپیوتر باشین باز میتونین اینی پیپر بگیرین و بازار کشور که شما برین میتونی توسط این سرتیفیکیت تان من های سیکتر نر وظیفه بگیرین و وظیفه اجرا کنید بسیار این است تماما این برنامه را که شما در قسمت میبینین سه سال مدار اعتبار بعد از سه سال بعد اینا چی میشن؟ اکسپایر میشن باید باز بری امتحان بدی این بخاطر چی است؟ بخاطر از اینکه میگه وقتی یک شاگرد مثلا می تور پلاس هم میخوانه من شدم دیگه. نا. چی دامه وظیفه دیگه, دیگه هیچ تکنولوژی بیا چرا به خاطر از اینکه تکنولوژی دارد تغییر است وقتی تکنولوژی دارد تغییر باشه باید یک شاگرد هم مبدد کرده بره خلا از اون خاطر از کمپین کمپین سرتیفیکیت ها سال با چی کار میکنه اکسپایر میکنه یک شاگرد باید دوباره نالش خدا بالا بسازه ولی باز اگر میخواین شما یک سرتیفیکیت بگیرین که لایف تایم باشه بازی پیپر است یعنی برنامه رو براتون نگفتم دوست عزیز آی تی فاندامنتال پلاس برای کسایی است که فکر کنه نو اصلا تا 12 خلاص شدن دیگه اساسات شبکه کامپیوتری رو نمیفهمن یعنی موضوعات بسیار ابتدایی که از داخل پیپر است کسایی که میخوان خلاص از بیس بیس از صفر صفر شروع کنن باز آی تی فاندامنتال پلاس برای اونها خوب است البته بازت فکر نکنید که البته استپ بای استپ بازی رو بخونید رو بخونید رو بخونید بازی بخون با زمیر رقم بیا پایینی برنامه را بخونید تا یک نیست دوستا گفت ما هر کدامش رزگنیشن است اینا رو متوجه باشین یک موضوع اساسی مهمه دیگه که دیگه دا قرار داره چی است این برنامه کلش برنامه کور هستن کور که از برنامه های را میگن بیس هم میگن یعنی شما نظر به تان بعضی از کسا مثلا در پنتون میگه ما استاد درس خواندیم تا یک جایی معلومات دارم درباره دا تکنولوژی بعضی کساس میگه ما استاد هیچ معلومات ندارم نگا مکتب خلاص کردیم تازه اومدیم در بخش تکنولوژی کسی که از مکتب فارغ میشه در باری تکنولوژی معلومات نداره این برنامه براش خوب است انال حال بعضی کسا هست میگه استاد ما میخوایم که بخش هاردویر رو بسار علاقه من دسته ما یا ایران بخوانم نه ایش نخوان میتونی راز بیه میره بخوانی بعضی کسا هست ما بخش هاردویر رو دوست ندارم میخوایم که نه بخش نتور نالج ما بالا برم که سبور زمین بخش وزیفا مجرا کنم باز باید بیا از نتور پلاس شروع کنم انال حال اینی سه برنامه که از برنامه کور از سبت البته اینی سیکیوریتی پلاس نه دیگه پیش نیاز سیکیوریتی پلاس نه تور پلاس از دوستایی دیست اما این سه برنامه در کل برنامه هست است هر کدامش که شما شروع کنین هیچ کدام مشکل نیست این نظر به منالج و نظر به مونترستتون است که کدامش دلچسبی دارین واس کدام قسمت باید شروع کنه خب دوست عزیز فکر میکنم که موضوعات کاور کردین و دیگه قسمت مشکل نداره ریکارد در این قسمت استاب میکنم که وقتش زیاد نشد دیوریشنش که باز خسته کن میشه در لکشه بعدی باز موضوع که دیگه شبرتان بیان میکنم Powerful people come from powerful places Join ECDI Expert Cyber Defense Intelligence